بچه ها ترانه خوندن ترکوندن ها ای یا خدا با با برم با سلام و درود به هموطنان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه، همیشه خوش باشین و سرزنده در این زندگی میکنین و با دلی خوش در نام خداوند ما عیسی مسیح در این زندگی خوبی دارین. امیدوارم که هر جای دنیا هستین براتون خوش بگذره، در ایران، در اروپا، در امریکا، هر جا هستین. خب هفته دیگه اومدیم در خدمت شما عزیزان به کارگردانی آقای یاسر عزیز، اومدیم خدمت شما. امیدواریم که همه تون خوب باشین. شمالیای عزیز شما چطورین برا؟ شما هم خوبین؟ همه چی خوبه؟ خاخورون، برارون، زاکون، همه خوبین؟ امیدوارم که زندگی به کامتون ببون و زندگی خوبی بدارین. برای اینکه دونم که لایجونین برنامه نگاه کنن، گیلونین نگاه کنن، خیلی در ترکیه نگاه کنن. امیدوارم که هر جای دنیا ایزن شما خوش بگذره. خب برنامه رو با دعای آغاز میکنم میام خدمتتون. خداوندا شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. خداوندا برنامه من در دستای خودت بگیر، خودت هدایت بکن، حمایت بکن برنامه من ای خداوند. زبان منو مست کن ای خداوند، هر چیزی از زبانم بیرون میاد نام قدوس تو رو جلال بده. شکرت میکنم ای خداوند و همه اینا رو به نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب اوضاع ایران هم خرابه، امیدوارم که همه چی به خیری بگذره برای ایرانی ها، همه چی به خیری بگذره، چون دلمون نمیخواد که ایران ما خراب بشه، ایران ما جنگ بشه، چون یک جنگ 8 ساله داشتیم، تجربه اون جنگ داریم، خرابی های اون داریم که هنوز هم خرابی هاش درست نشده. امیدوارم که هیچ وقت جنگ نشه، ولی اگه جمهوری اسلامی بگذاره، اگه تحریک نکنه، امیدواریم که جنگ نشه. برای اینکه یا ملت ایران بایستی اینقدر خودش باهوش و باهوش باشه که بتونه بلند شه در این نظر، خودشون ملت نظرن که جنگ بشه. قبل از که جنگ بشه خود ملت میلیونی بیان بیرون، یک قدم تا پیروزی بیان بیرون، این رژیم سرنگون کنن، یه رژیمی خوب به انتخاب ملت مثل کشورهای اروپا، مثل کشورهای امریکا، همه جا راحت زندگی بکنین. دیکتاتورها دیگه نمیتونن حکومت بکنن، بالاخره باید این دیکتاتورها برن. تو ونزوئلا، تو ایران، تو کره شمالی، تو سوریه، تو هر جای دیگه، هر جا باشه دیکتاتور دیگه نمیتونه حکومت بکنه. برای اینکه دنیا دنیای سکولاره، دنیا دنیای آزادیه، همه جا مردم هر جور میخوان زندگی بکنن طبق قانون اون کشور، نه قانون عصر حجری دینی. نه، هیچ کس نمیخواد حکومت دینی داشته باشه، حکومت دینی کارساز نیست، حکومت کمونیستی کارساز نیست. حکومت دینی و با حکومت کمونیستی هر دوتا تو یه ران، یکی بی خداست، یکی میگه من با خودم، ولی اونم بی خداست، در یک راه میرن، به خرابی هاشون یه جوره. بذار ما سرود ما رو بخونیم براتون، که هر هفته یه سرود میخونیم، بذار سرودم براتون بخونیم که امیدواریم که خوشتون بیاد. میگه ماندم از این دوراهی، خستم، بشنو صدایم ای خداوند. وعده هایت را شنیدم، وعده های آن پدر را،
ای خدا خواهم جوابی، آن جواب بیریایی. در درونم آتش است، آتش عشق الهی. ای خدا، ای خدا بشنو صدایم. پس کجاست آن صدای بی نظیرت تا دهد قوت به جانم؟ جانم از درون آتش گرفته. بشنو بس که نشنیدم صدایت، آن صدای دلنوازت. ای خدا تو در کجایی که نمیشنوی صدایم؟ ماندم ای خداوند بس کجایی؟ بشنوم من آن صدایت ای خداوند، تا شبم آرام با صدای دلنوازت. ای خداوند بس کجایی؟ بس کجایی؟ گفتا فرزندم همین جا پیش تو، من همیشه هستم با تو، نگو تو در کجایی. گفتم شکرت خداوند که همیشه هستی با من ای خداوند. آمین. امیدوارم که خوشتون بیاد. جلال از آن خداوند ما عیسی مسیح است و جلال از آن خدای عباست. خب ملت ایران، ملت عزیز ایران، من میخوام امروز نمیخوام اصلا سیاسی زیاد صحبت بکنم، ولی چون دلم میسوزه برای ایران یه دو سه کلمه میگم، میرم روی درس که هیچی بهتر از کلام خداوند نیست و هیچ چیز بهتر از این که نیست. از کلام خداوند آدم بشنوه و آرامش الهی داشته باشه و واقعا وقتی دست خدا با آدمه هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری باید انجام بده. ملت ما شاید ندونن ولی واقعا لحظات حساسی اینی بمب ساعتی رو میمونه. ما الان یه جوری تو ایران زندگی داریم اینی بمب ساعتی که هر لحظه امکان داره انفجار پیدا بکنه، ولی ملت ما اگر در این خواب خرگوشی باشن، اگر اینجوری بیخیالی رد بکنن، اگر بگم من ولش کن بیزار او یکی حرکت بکنه، تهران بگه بیزار رشت حرکت بکنه، رشت بگه بیزار آذربایجان حرکت بکنه، نه، اگر اینجوری بکنین باور بکنین ایران نابود میشه. پولاتونو که بردن، حکومت هم که دارین دینی و عصر عجری هست که نمیذارن شما زندگی بکنین، ایران شما هم نابود بشه، اینه بدونین که 10 سال طول میکشه تا این ایران دوباره آباد بشه. چقدر پول باید از جیب ایران بره که از جیب من تو داره میره. ما ملت باید از این خواب خرگوشی بیایم بیرون، واقعا باید از این خواب خرگوشی بیایم بیرون. اگه ما نجنبیم اینا جنگ شروع میکنن به خاطر بقای حکومت خودشون، به کلی آدمو میکشن. شما هم تا بخواین حرف بزنین میگه ما با آمریکا داریم جنگ میکنیم، حرف نزن شما امریکایی، همون لحظه تیر میزنن شما رو میکشن. کار اینا کشتار اصلا. اینا اومدن که نصف ایرانی ها رو بکشن. تو ذهنشون اینه که 15 میلیون 20 میلیون هم بمیرن عوضش 50 میلیون میمونن با ما، دیگه هیچ حرفی هم نمیتونن بزنن. ولی اگه شما یک قدم تا پیروزی میلیونی آدم بیاین بیرون، هیچ ارتش دنیایی نمیتونه شما سرکوب بکنه. اگه ببینید 10 میلیون 5 میلیون آدم هستن که با اینا دارن پول میخورن، باور بکنین تو خود اون سپاه، تو خود اون بسیج هم حاضر نیستن دیگه با اینا باشن، چون اینقدر اینا جنایت دارن میکنن. و بعد خود اون بسیجی و سپاهی هم میدونه که اینا فقط به خاطر بقای حکومت خودشون و دزدیهای خودشون، به خاطر مقام خودشون دارن اینا رو میذارن جلو میفرستن. میگه چرا من برم جونم از دست بدم؟ به خاطر چی؟ مگه 8 سال اونجا جونشون از دست دادن؟ این همه بچه مردن. اینا به خاطر الکی 300 تا 400 تا رو میفرستادن، میتو گوسفند روی مینها میکشتن. چی شد؟ اصلا احتیاجی نداشت. اون جنگم الکی بود، اون جنگم ویرانی و به خاطر بقای عمر این حکومت بود. ولی نباشی که ما وایسیم مثل عراق بشه اینا حمله بکنن، هی زمان
عراق میخواستن حمله بکنن، یادتونه تمام این سردارا اومده بودن هی کرکری میخوندن، میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما نوای آمریکا رو یک دونه اینجوری میزنیم میزنیم داغو میکنیم. دست ما رو تو لانه زنبور نندازیم، دست ما رو توی لانه مار نندازیم، نگیم قوی هستیم فلان، قوی هستیم، ایران خیلی قوی است، ولی هیچ وقت به پای ارتش امریکا نمیرسه. ایران خیلی قویه در منطقه، واقعا قویه، ولی جنگ اگه بشه بجز ویرانی هیچ چی دیگه نمیاد باش، کشتار ملت و ویرانی ایران میشه. پس ایرانیا خودتون بجنبین، نگذارین که به این روز برسه که کشور نابود بشه، و بعد نذارین که هرچی رهبر جمهوری اسلامی بگه شما بگین چشم. یعنی اون الان تمام ملت هستن که او آقا بگه بجنگ نجنگ، این کار رو بگو اون کار نکن. یک دونه آدم که 200 میلیارد دلار پول دزدیده رفته، همه منتظرن که اون بگه چی بکنی چی نکنی. واقعا نکنین، خواهشن خودتون حکومت در دست بگیرین، خودتون بیاین زندگی خودتون رو عوض بکنین، خودتون بیاین برای خود زندگی خودتون برنامه ریزی بکنین. ما فقط دل ما میسوزه برای ایران اگه چند کلمه هم صحبت میکنیم. بلا کار من اینجا اینه که من از کلام خداوند بگم به شما، و بعد اونایی که مسلمونین برین دین خودتون رو بخونین، برین قرآن خودتون رو بخونین، ببینین قرآن واقعا چی نوشته توش. دیشب یک دونه مشتری سوریه‌ای داشتم، میگفتم که اونم مسلمون بود، میگفتم شما قرآن میخونی؟ میگفت نه. گفتم چرا قرآن نمیخونی؟ این همه کارهایی که اینا انجام میدن، این همه میکشن به نام همین قرآن و به نام همین دین. اونا که تندرو هن، اونا که یکم تندرو نیستن، اونا یه ذره وسدرو هن به قول خودشون. خب اونا از همون قرآن پیروی میکنن، او یکی هم که تندرو نیست اونم از قرآن پیدا بیم، هر دوتا هم دشمن همدیگر میکشن. پس برین قرآنتون رو بخونین خواهشم، ببین توش چی نوشته. کلام خداوند باید نبوت داشته باشه، کلام خداوند بایدی بهت خبر بده که چی میشه آینده. تو قرآن هیچ چیزی از این خبرها نیست. برین بخونین، آدم هر وقت هر که دین خودشو بخونه بد که نیست. اگه میبینی واقعا چیز بدی نوشته برگرد، که از مسلمون که زاده نشودی، که فقط مسلمون زاده ای. یعنی چیزی که خودت انتخاب نکردی. مسیح هم همینجوریه، باید بخونه، با خوندنش به با قلب قبول کردن بایستی قبول بکنه. امروز میخوام از یوحنا آیه 14 از انجیل یوحنا براتون بخونم، که میگه آخرین سخنان عیسی مسیح که داشت به شاگردان میگفت، هم بهشون داشت نصیحت میکرد، هم داشت میگفت من کی هستم، هم داشت میگفت که بهشون که شما در آینده چی میشه، و باش به اینا دلداری داشت میداد، دل قوت دل میداد که من همیشه با شما هستم، اگرم در این دنیا نباشم با شما هستم، چون او روحش خدا بود، روی خدایی داشت، گفت من همیشه هستم. بعد اینکه در هفته پیش میگفتیم که ما غیر یهودیان، درس ما این بود که نجات غیر یهودیان، در هفته پیش گفتی که ما غیر یهودیان چقدر شانس آوردیم که یهودیان رد کردن و پیام خداوند به غیر یهودیان مثل من امثال من رسید، که خدا رو شکر ما نجات پیدا کردیم. و گفتیم که این نجات چیه؟ این نجات از عیسی مسیح، عیسی مسیح درخت حیات و ما شاخه های اون شدیم، به این درخت حیات چسبیدیم، به شاخه های اون شدیم، و باید میوه بیاریم، شاخه‌ای باشیم قوی، میوه بیاریم به قدرت نام عیسی مسیح.
که هر کاری میتونیم بکنین. دعا در نام عیسی مسیح، دست بیزارین رو مریضا، اگه مسیح قبول دارین مسیحی شدین، دست بیزارین روی مریض، در هر چیزی به نام عیسی مسیح دعا بکنین، حتما اجابت میشه. اگه خواستی اراده خداوند این باشه که اون نجات پیدا بکنه، 100% نجات پیدا بکنه، 100% شفا پیدا میکنه، چون نام عیسی مسیح بالاتر از همه نام‌ها در کهکشانه. میگه که خاطرتان، عیسی مسیح میگه خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. خیلی ها ادعا میکنن که به خدا، دینای دیگه خدا ایمان دارن، ولی عیسی مسیح رو قبول ندارن. میگن نه، عیسی مسیح ما قبول نداریم. مثلا مسلمان ها میگن، شیعی ها میگن ما، من نمیدونم، مهدی باید آخر زمان بیاد، درسته که مهدی وجود نداشت اصلا، یا دینای دیگه. میگه به من ایمان داشته باشی، نزد پدر من خدا جا بسیار است. میگه من میرم اونجا، اینقدر براتون جا هست که اگه من ایمان داشته باشین، با من باشین، اگه از این دنیا بریم میان اونجا پیش من، که آسوده، با آسوده خاطر اونجا زندگی میکنین. مثل قرآن نمیگه که همه میریم به جهنم، در آیه 71 سوره مریم همه میریم به جهنم، اینه نمیگه. خداوند میگه میایین با من در بهشت زندگی میکنین. کلام خدا یعنی این، نه پیامبری که نبوت نداره بگه که همه ما میریم جهنم، این پیام خدا نیست. من میروم تا آنجا را برای شما آماده کنم، وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما میگفتم. میگه اگر غیر از این بود به تو میگفتم، چون اون روح خدا توش بود، جسم عیسی مسیح انسانی بود ولی روحش خدا بود، روی خدا در، بخاطر همونم در دیگه اونجا هم دیگه نمیتونستن بگن، اون ته قرآن گفتن عیسی مسیح روح الله است، عیسی روح الله است، یعنی روی خداست. شما میدانید من کجا میروم و میدانید چگونه به آنجا بیایید. نمیگفت همین الان که زنده این میدونید من کجا میرم، همین الان با من را بیافتیم بیاین آسمان، نه. موقعی که این جسمو ترک میکنی، مردی، روحت بعد میره پیش عیسی مسیح، پیش اون بهشتی که خداوند اونجا برات ما آماده کرد. دیگه نمیریم به جهنم، همه میریم به بهشت، به بهشت خداوند. جهنم جای شریر و شیطانه، جای پیغمبران کاذبه، اونایی که میان مردم به راههای کج هدایت میکنن، اونایی که مردم از خدا انحراف میدن، جهنم جای اوناست. بارها گفتم شما در اینجا اگه زندان برین، بعد شما را اگه محکوم بکنم به زندان انفرادی، اگه یک سال در زندان انفرادی در دو متر در دو متر باشین تنها، اینجا خودتون دق میکنین دورین تنهایی، چی برسه که اگه مثلا برین اون دنیا تا ابدالدرد تنها باشین. توما یکی از شاگردان گفت که نه، نمیدانیم، ما اصلا خبر نداریم شما کجا میروید، پس چطور میتوانیم را پیدا کنیم؟ یکی از شاگردانش میگفت. تا اینجا سوال توما رو داشته باشیم، بریم یک سرود گوش بدیم، برگردیم به شما عزیزان، وقت کمه. رفتیم تو سرود، این تلویزیون روشن نمیکنیم ما بفهمیم.
اگر کفر است مسیحا را که فرزند خدا دانم، اگر شرک است که عیسی را خداوند و خدا خوانم، اگر دست خورده انجیل و صلیبش کذب بسیار است، مرا پس کافرم دان و چو مشرک بر خدا خوانم. مسیحا را شفا دادم، شفا از دست یزدان است نه از افعال انسانی، خدا تنها کند احیا من او را چون خدا دانم، شفا از دست یزدان است نه از افعال انسانی، خدا خدا رو گوش میدین. ما داشتیم از یوحنا 14، از انجیل یوحنا 14 داشتیم براتون میخوندیم که رسیدیم به 4، گفت شما میدانین من کجا میروم، میدانین چگونه با آنجا بیایی، که توما داره ازش سوال میکنه خداوند ما نمیدونیم تو کجا اصلا میری و نمیدانیم کجا باید بیاییم. الان جواب عیسی رو میگه، میگه عیسی به او فرمود را منم، زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من.
یادتونه هفته پیش گفتم که درخت حیات عیسی مسیحه که یهودیان رد کردن. ما شانس آوردیم، خدا رو هزار مرتبه شکر که من مسلمان زاده به عیسی مسیح ایمان آوردم، به این درخت حیات چسبیدم، به شاخه از این درخت حیات شدم که عیسی مسیح اینجا داره میگه، میگه را منم، زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. این درخت حیات، ما وقتی به درخت حیات چسبیدیم، شاخه از درخت حیات که عیسی مسیح باشه، رسیدیم به اون، چسبیدیم به او، به عضو این درخت شدیم، حیاتو خداوند به ما داد و در اون دنیا با خداوند که رفت برای ما اونجا خانه ای ساخت تا ما با خداوند زندگی بکنیم. میگه اگر میدانستید من کیستم، عیسی مسیح میگه آنگاه میدانستید پدرم کیست، اما از حال به بعد او را میشناسید و او را دیدید. یعنی عیسی مسیح میگه وقتی منو میبینی اینی که پدر آسمانی رو داره میبینی. عیسی مسیح اینجام داره میگه من همون خدام، من و پدر یکی هستیم، چون جسم عیسی مسیح انسانی بود، روی مسیح خدا بود. فیلیپ گفت آقا خدای پدر را به ما نشان دهید که همین برای ما کافی است. باز میگه که اگه من را دیدید، پدر را دیدید. باز یکی از شاگردان فیلیپ میپرسه که خدای پدر را به ما نشان بدهید که همین برای ما کافی است. این همه داره میگه، دوباره شاگرداش که 3 سال باهاش تعلیم دیدن، دارن قدم میزنن، باز سوال میکنن. چقدر ما امروز که اصلا نمیدونیم این سوالات در ذهن ما میاد، ولی خود عیسی مسیح داره جواب میده. عیسی جواب داد فیلیپ آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم؟ میگه هنوز هم من نشناختی؟ این همه معجزه از من دیدی، این همه براتون تعلیم دادم به شما، باز نمیشناسی من کیستم؟ هر که مرا بیند خدای پدر را دیده است. یعنی عیسی مسیح میگه هر که منو ببینه، چرا خاخاما با عیسی مسیح ضدیت داشتن؟ برای اینکه خودش با خدا یکی میدونست، میگفت که ما همه چیزو تو قبول داریم، چون تو خودت با خدا خودتو برابر میکنی کفر داری میگی، در صورتی که بود، ادعا فقط نداشت، بود. چون معجزه ای که میکرد، مرده رو زنده میکرد، تعلیمی که میداد بود، نشون میداد که خودش با خدای پدر یکیه. پس دیگر چرا میخوایی او را ببینی؟ میگی من داری میبینی، چرا میخوای خدای پدر ببینی؟ داری من میبینی، خدای پدر داره میبینی. آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ میگی بعد از این همه معجزات باز ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ یعنی ما یکی هستیم. سخنانی که میگویم از خودم نیست، بلکه از پدر من خداست که در من زندگی میکند. میگه هر سخنی میگم خدا داره براتون میگه، چون اون در من زندگی میکنه و اوست که این کارها را میکند. فقط ایمان داشته باشید که من در خدای پدر هستم و او در من است. خیلی عالم میشنون که میگن که عیسی مسیح خداوند است، ناراحت میشن، در صورتی که هست، خودش داره ادعا میکنه و ادعاش هم ثابت کرد، بعد از 3 روز از مردگان زنده شد. در زنده بودن ای 3 سال چقدر مرده رو زنده کرد، چقدر کوران بینا کرد، چقدر آدمایی که راه نمی رفتن خرامان شدن راه رفتن. وگرنه به خاطر این معجزات بزرگ
که از من دیده اید به من ایمان آورید. حداقل میگه که من این دارم میگم من در خدای پدر هستم، من دیدی پدر دیدی قبول نمیکنی، معجزاتی که دارم میکنم نگاه بکن، داری با من را میرین. اون که حالا شاگردای عیسی مسیح با اون را میرفتن، شما حالا رو نگاه بکن، باید چجوری با مردم بگی که آقا عیسی مسیح همون منجیه، همون خداونده، همونی است که آخر زمان باید بیاد. این که میگویی این حقیقت است، هر که به من ایمان بیاورد میتواند همون معجزاتی را بکند که من کردم. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، همون عیسی مسیح میگه همون معجزات، همون مردره که زنده میکنن، کوران بینا میکنم، تو میتونی بالاتر از من بکنی. بالاتر چجوری میشه؟ من اینجا نشستم روی ار، دارم با مردم تمام دنیا دارم صحبت میکنم، بس این معجزه بزرگتره که میتونم به همه تعلیم بدم. اینو خداوند میگه موده از اینجا دعا بکنم، دعای من اونجای کسی که ایمان داشته باشه روی دعای من شفا پیدا بکنه، یا دعای همه مسیحانی که روی ار میان دعا میکنن، شما با اون همدل بشین. اگه مرضی دارین، اگر ناآرامی دارین، آرامش ندارین، خودتون برای خودتون دریافت کنید. اینو خداوند میگه. هر کی به من ایمان بیاورد میتواند همون معجزاتی را بکند که من کردم، و حتی بزرگتر از اینا نیز بکند، چون من نزد پدرم باز میگردم و شما میتوانید با بردن نام من که عیسی چیزی از خدا درخواست کنید و من آن را به شما خواهم داد. به نام من گفت از خدا پدر بخواهید، من به شما خواهم داد. بخاطر هم میگه من و خدای پدر یکی هستیم، هر چیزی از پدر آسمانی در نام من بخواهید من به شما میدم، نه هر چیزی که در اراده خداوند نباشه. باید در اراده خداوند باشه. یه نفر میگه آقا 1,000,000 پول به من بده خداوند، آقا خداوند اگه میده به اون بده، اون نمیدونه این پول چی زندگیش چقدر به هم میزنه، شاید خودش ندونه، ولی خدا میدونه. به خاطر اما اگه بهت نمیده، به وقتش بهت میده. اگه خودش اراده کنه به وقتش، میدونه که این پول برات منفعت داره نه به ضرر توه. چون من که فرزند خدا هستم، هر چی برای شما انجام دهم باعث بزرگی و جلال خدا یعنی پدر آسمانی می شود. بله نام مرا ببرید و هر چی لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنیم. هر چی میگیم میخواین در نام من بخواین. امروز هم وطن حقیقتاً بایستی در نام عیسی مسیح چیزی رو بخوای، نه از مردگان، نه از بت‌هایی که ساخته دست انسانن، نه از این بارگاهایی که دست انسان میسازه روی مرده ها میذاره به مرده پرستی میکنه. ما ایرانی ها در این زمان بت پرست شدیم. مردس امامزاده سیار درست میکنه، میاره رو ماشین میذاره میگردونی میگه این بیا. واقعه اون امامزاده سیار، اون چوب چی باعث برات انجام بده؟ من چیزی که میخوام از خدا میخوام، از خداوندم عیسی مسیح میخوام، که 2000 سال پیش عیسی مسیح همان بود، هست و خواهد بود. چون به نام عیسی مسیح گرم باز میشه، در دام شفا پیدا میکنه، چیزی که میخوام به من میده، نه از این بتای دستساز انسان. حتی خانه خدا بته. شاید خیلی الان ناراحت بشین، ولی نه، واقعا بته. یک سنگی اونجا هست، شما خانه درست کردین روی دور اون سنگ میگردین میگین خداست، این خودش بته، این خودش کفره. اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید.
اگه تو به عیسی مسیح ایمان داری، امروز که تو که مسیحی هستی به عیسی مسیح ایمان داری، بس تو نمیتونی به خاطر خوشحالی مردم حرفایی که خداوند خوشش نمیاد بزنی. مثلا از یک رهبر مسیحی پرسیدن، یک کشیش مسیحی پرسیدن امریکایی، که آقا تو قبول داری که این گیه ها با هم عروسی کنن یا با هم؟ میگفت خدا بر از محبته، نمیگه من قبول ندارم، این خداوند این کار قبول نداره، ولی خدا میتونه اونا رو نجات بده، بیان به کلیسا دعا بکنن خدا اونا رو نجات بده، از این حالت بیرون میاره. اینه نمیگن. و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این آیه مسلمان ها میگیرن یوحنا 16 رو، این آیه رو میگیرن میگن که عیسی مسیح گفته که من دارم میرم یه نفر دیگری میفرستم. نه، عیسی مسیح میگه که قشنگ گوش بدید، میگه من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما باشد. که روی خداونده، روح القدسه. محمد همیشه با منه؟ نه، محمد مرد رفت. بس این نمیتونه این آیه با اون باشه که گفت محمد میاد. نه، گفت روح القدس رو براتون میبرسم که همیشه با شما باشه. هر مسیحی که به مسیح ایمان میاره روی خداوند، روح القدس رو دریافت میکنه که توسط روی خداوند بتونه دعا بکنه، به توسط روی خداوند بتونه برای مردم صحبت بکنه، عطایا داشته باشه که روح القدس بهش میده، روی خداوند. این پشتیبان و تسلی بخش همان روی پاک خداست که به شما را که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. میگه روی خداوند برای شما باز میکنه، وقتی کلام خدا رو میخونین برای شما باز میکنه که بفهمین کلام خدا چیه. شما کلام خدا رو میخونین، حالم که میخونین میبینین، صد بارم بخونین میبینین اون همون کلمه رو صد بار خوندین، ولی این بار براتون یه چیز دیگه باز شد. این روی خداست که براتون چیز جدید باز میکنه. مردم دنیا به او دسترسی ندارن چون نه در جستجوی او هستن و نه او را میشناسن. ببخشید سرماخوردگی. چون مردمی که رای کج میرن روی خدا رو نمیشناسن، خدای حقیقی رو نمیشناسن. خدای حقیقی آنی است که عیسی مسیح معرفی میکنه. خداوند عیسی مسیح منجی اوست که وقتی زمان آخر برسه اون دوباره باید برگرده تا قضاوت بکنه. اون عادله، نه این دینهای قضایی. عیسی مسیح میگه پیغمبرانی خواهن آمد که شما رو به بیراها میکشنن، به ایده بسیاری. الان از اون که محمد اومد چند میلیون آدمو، چند میلیارد، یک میلیارد و دویست میلیون آدمو به طرف خودش کشید. خب این ایده بسیاریه، یک میلیارد خورده ای. و خدا اینجور آدم ها رو بی جواب نمیذاره. اینجور آدم ها توی جهنم، وقتی شما از خدا مردم رو دور میکنین و دین قضایی میارین و با خدا راه نمیرین، در پیشگاه دادگاه خداوند باید بیستین یک روزی. اون موقع چی جوابی داریم به خدا بدین؟ شما که نمیتونین دروغ بگین، مثل انسان که نیست اینجا برای خودم یه چیزی ببافم هرچی میخوام دلم میخواد بگم. نه، در جستجوی او هستید و او را میشناسید، یعنی مسیحیان، اونایی که
در جستجوی عیسی هستن و در جستجوی خدای زنده هستن پیدا میکنن و اونو میشناسن، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. یعنی روح القدس، وقتی من به عیسی مسیح ایمان آوردم، روی خداوند روح القدس در درون منه. به خاطر همون میگیم که شریر و شیطان هیچ کاری با ما نمیتونه بکنه. امکان داره یه نفر جون ما رو بگیره، ولی روی ما رو نمیتونه بگیره. روی ما در بهشته، روی ما با خداونده. اینو که یک مسیحی هیچ از هیچ چیز نمیترسه، حتی از مرگ، از مرگ هم نمیترسه، چون میدونه بمیره چشم بسته، اینجا چشم بسته، در جا چشمش رو پیش خداوند باز میکنه. یعنی یه فقط جسمش ترک میکنه، همین، روحش نمیمیره، روحش میره پیش خداوند. ولی کسی که به عیسی مسیح ایمان نداره و رای کج داره میره، هر چی دلش میخواد میره، وجدانش هم قبول نداره، خب حتما اون میره جهنم. یعنی چی جهنم؟ هم که اول هم به شما گفتم، اگه در یک زندان انفرادی 10 ماه 12 ماه تنها در 2 متر در 2 متر باشی، خودت دیوانه میشه، اعصابت خورد میشه. یه نفر آدم دور از همه، جهنم میشه این. عیسی مسیح میگه در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت. کسی که به عیسی مسیح ایمان داره، خداوند اونو تنها نمیذاره. وقتی با خداوند راه میری، اینه بدونین که خداوند هر گره با آسانی باز میکنه برای شما. و به کمک شما خواهم آمد. برای مدت کوتاهی از این دنیا خواهم رفت، ولی حتی در آن هنگام نیز با شما خواهم بود. چون اون خداوند بود، هر لحظه با ما هست، هر لحظه همه جا هست. عیسی مسیح میگه 2 نفر اگه یه جا باشن به نام من دعا بکنن، من در پیش اونا هستم. با اونا میشم 3 نفر، با اونا میشم 1 نفر اضافه میشم، به هر حال 5 نفر باشی میشه 6 نفر. یعنی میگه من حاضرم. وقتی در نام عیسی مسیح دعا میکنی، خداوند هست. امروز این همه ایرانی ها میگن ما آرامش نداریم، ایرانی ها با فالگیری و نمیدونم دروغ گفتن و این چیزها میخوان جلو برن. خب معلومه که آرامش نداری. وقتی شریر و شیطان رو به زندگیت وارد میکنی، فال مینویسی و اون فالها رو میگن بهتون کاغذ میدن در خانه توست، اون خودش شیطان و شریر آوردی به خونت، که شریر و شیطان هر کاری باید میتونه بکنه وقتی با خدا قدم نزنی. امروز اگر هر چیزی در زندگیت هست که نمیدونم یه فال حافظه، فال نمیدونم میمیسم براتون، نمیدونم اینجوری میشه، اینه تو آب بزن، یه قاشق بخور، اینا همه شریر و شیطان به خانت وارد میکنی. تنها چیزی که خدا نفرت داره از اون فالگیریه، یعنی با شیطان قدم زدنه. اینایی که فال میگیرن روی شیطانی دارن. ولی حتی در آن هنگام نیز با شما خواهم بود، زیرا دوباره زنده خواهم شد و چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست. وقتی زندگی را از سر گیرم، خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در خدای پدر هستم و شما در من هستید. عیسی مسیح میگه من در خدای پدر یکی هستم و شما که به من ایمان میارین با من یکی میشین، چون میتونین در نام عیسی مسیح دعا بکنین. امروز فقط میتونی یه چیزی بگی، بگی عیسی مسیح من گناهکارم، بیا گناهای من ببخش. ایمان دارم که روی صلیب رفتی به خاطر گناهای من و به خاطر اینکه من گناهی من پاکونی، خون تو ریختی. امروز به خون تو به ایمان میارم، به ایمان دارم که از صلیب تو برخواستی، از مردگان برخواستی و تو خداوند زنده ای منه.
امروز به زندگیم، به قلبم وارد شو. از این سرگردانی منو بیرا بیرون. میخوام تو رو بیشتر بشناسم، با تو بیشتر قدم بزنم. ببین چقدر آرامش به زندگی میاری، چون تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده عیسی مسیح. من ایمان دارم که دست خدا در ایران هست، ایمان دارم که خدا داره کار میکنه در ایران. ایده بسیاری از ایرانی ها به مسیح ایمان آوردن و به خاطر این مسیحانی که در ایران هستن، خداوند به خاطر همون مسیحان ایران حفظ میکنه و بیشتر از اینم به مسیح ایمان میارن. من شنیدم که میگن بچه هایی که در ایران هستن میگن هر روز کلی آدم ها به عیسی مسیح ایمان دارن میارن. تو این تلویزیون ها دارن تلفن میزنن شهادت میدن که ما آقا ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، عیسی مسیح با ما ملاقات کرد، در نام عیسی مسیح چی کارها انجام دادیم. ایمان دارم که روزی میشه که ایران به مسیح ایمان میاره، مردم ایران به ایران یک کشور مسیحی میشه. ایمان دارم اینو. میگه کسی مرا دوست دارد که هرچی میگویم اطاعت کند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. وقتی تو به نام عیسی مسیح دعا میکنی، وقتی از عیسی مسیح کمک میخوای، امروز عیسی مسیح میاد به پیش تو، به ملاقاتت میاد، در خواب در بیداری سخنانش میشنوی، میبینی که از خطر تو رو رهایی میده. فقط تنها نامی که میتونه ما رو نجات بده نام عیسی مسیح است. ما قبل از اسلام که به ما حمله کنن، ما خیلی مسیحی داشتیم که به مسیح ایمان آورده بودن، ولی چون اسلام شمشیر زور بود اومد ما رو زد، داغون کرد. برعکس اون که میگم با محبت اومد وارد ایران شد، نخه، با کشتار اومد ایران گرفت، با غلغم کردن، با ناموس مردم رو تجاوز کردن. حرفای ما رو میخواین قبول بکنین، برین کتاب دینی خودتو بخون، برو بشناس اسلامو. وقتی شناختی میبینی که این میوه، میوه خداوند نیست. میگه درخت خوبو از میوهش میشناسن، کلام خدا هم از کتابش میشناسن. شما نمیتونی یه جا خدا بگه آقا همه رو قلقم بکن، یه جا بگه آقا محبت بکن. از یک چشمه میگه نه، هم آب شور و هم آب شیرین نمیاد، یا آب شیرین میاد یا شور. شما نمیتونیم بگیم من خدا رو قبول ندارم، شیطانم قبول ندارم، چون اینا رو قبول ندارم من آدم. نه، آردی، شما در دست شیطانی. میخوای آرامش بگیری، امروز به عیسی مسیح ایمان بیار. عیسی مسیح رو وارد قلبت بکن، قبول بکن که این عیسی مسیح همان است، نجات دهنده توه. ببین زانو بزن بگو خدایا من تو رو نمیشناسم، میخوام تو رو بشناسم. عیسی اصلا تو کی هستی؟ میخوام تو رو بشناسم. من بهت قول میدم که در خواب در بیداری خودش به تو میشناسونه. یکی از شاگردان او به اسم یهودا، البته نه یهودای عسقریوتی، پرسید ای استاد، چرا خود را فقط به شاگردان تا نشان میدهی ولی به مردم دنیا نشان نمیدهی؟ عیسی مسیح میگه که من خود را فقط به کسانی نشان میدم که مرا دوست میدارم، من قبول دارن، من قبول کردن، من وارد خانه خودشون، خانه قلب خودشون کردن. میگه با هر کسی که من قبول داشته باشه من خودم به اونا نشون میدم. اگه دعا بکنم من براشون اجابت میکنم. امروز که تویی که بیکاری، تویی که مریضی، تویی که آرامش نداری، افسردگی گرفتی،
گرفتار گوشه خونه نشستی، امروز بگو ای عیسی مسیح، من در زندگیم آرام ندارم، فقط میگن تنها اسمی که میتونه من نجات بده نام توست. بس ای امروز بهت میگم ای عیسی مسیح، بیا در زندگی من و اراده خودتو در زندگی من اجرا بکن و من از اون گرفتاری ها بیار بیرون. امروز دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح که تک تک ایرانی ها از دست شریر و شیطان رهایی یابن، به ایمان دارم که رهایی میابن، چون پری روزم خداوند به من نشون داد که دستی روی ایران مثل پنجه های عقاب که ایران گرفته، تنها اسمی که اون پنجه ها رو قطع کرد نام عیسی مسیح بود. شما میتونید به نام عیسی مسیح هر پنجه ای که میخواد شما رو اسیر بکنه، شرارت که میخواد شما رو از بین ببره، فقط در نام عیسی مسیح میتونین تمام اونا رو باطل بکنین. ما رای دیگری نداریم. این همه کفر، این همه لعنتی که وارد ایران شده، فقط میتونیم با نام عیسی مسیح لعنت ها رو بیرون بیندازیم. فعلا در این لعنت ها میمونیم و این لعنت ها ما رو بدتر و بدتر زندگی رو ما رو میکنه و ما رو پایین و پایین تر میاره. دیگه نگاه بکنیم، فرنگ ما رو گرفتن، آبروی ما رو گرفتن، خوشحالی ما رو گرفتن، پول ما رو دزدیدن، ایران ما رو از بین بردن، دیگه چی میخوایم؟ چی میخوایم؟ به کجا برسیم دیگه؟ پس امروز هموطن هوشیار باش، بیدار باش، در از خواب خرگوشی بیا بیرون، به یک قدم تا پیروزی میلیون ها آدم بیاییم بیرون، تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، همه شما آسان و راحت زندگی بکنین مثل کشورهای دیگه. شما رو به دستای خداوندم عیسی مسیح میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی که ما رو نگاه کردید.